زنی که دو بیتی ها و شعرهای سیستانی را آواز می کند. هنرمندی که در منطقه سیستان به دنیا آمد و محدودیت زنان را موضوع کارهای خودش قرار داد. اول نقاشی می کرد اما بعد دید که سقف آرزوهایش بلندتر است و حالا به زبان سیستانی که زبان مادریش است آواز می خواند. مهمان من هورا میرشکاری است. جان خیلی خوش اومدی، خیلی ممنونم ازت که وقت تو به ما دادی. خب تو در منطقه سیستان و بلوچستان به دنیا اومدی و همه هم میدونن که چقدر محدودیت هست، چقدر محرومیت هست در اون منطقه و احتمالاً کودکی سختی رو گذروندی. اولا که مرسی از دعوتتون، خیلی خوشحالم که به برنامه شما اومدم. اگر بخوام یه بیوگرافی خیلی کوچیکی از زندگی خودم بدم، قطعاً وقتی که شما میگین منطقه سیستان و بلوچستان، قطعا یک منطقه بسیار محرومی هست و بله، من در اون منطقه به دنیا آمدم و در واقع تحصیلات خودم رو در اون منطقه شروع کردم و فکر میکنم از ابتدای کودکی شاید اون محدودیت ها همراه ما بود، به خاطر اینکه حضور من در اون منطقه حضور یک زن بود. بنابراین زنها در اون منطقه صدای بسیار خاموشی دارند و شاید بعدها کم کم تبدیل شد به این که من متوجه شدم که اون زندگی که من فکر میکردم که یک زندگی عادی و نرمال هست، بعدها متوجه شدم این زندگی بوده که سرشار از محدودیت بوده برای من و من خودم رو خودم سرکوب کردم در بیان آزادی و در بیان خیلی چیزهایی که دوست داشتم ولی نمیتونستم انجام بدم. و در رشته تحصیلیم توی دبیرستان ریاضی بود، فارغ التحصیل شدم، تموم شد، ولی از همون بچگی خیلی دوست داشتم آواز رو و خیلی به صورت پنهانی گاهن با توجه به اینکه میدونستم که شنیدن صدای من چقدر برای خانواده، که خانواده همیشه پایه است برای آدم، برای حمایت و بعد در جامعه چقدر دردناکه، سعی میکردم در خلوت خودم برای خودم رو باور کنم به این که میخونم. یعنی میتونم بگم از بچگی خیلی دوست داشتم بخونم. و بعد در دوران وقتی که دیپلمم رو گرفتم، تصمیم گرفتم که برای ادامه زندگیم، شاید بهترین تصمیم زندگی من بود، برای رسیدن به آزادی و رهایی، اون تصمیمی بود که در دوران وقتی که دیپلمم رو گرفتم، تصمیم گرفتم که وارد یه رشته هنری بشم، چون میدونستم که امکان این که موسیقی کار بکنم نیست، امکان این که روی صدا یا بخوام، هرگز نمیتونستم این سقف فکر من نبود که بخوام یک روزی خواننده بشم. زیر سقف خوانندگی ما میمونیم و بنابراین چیزی رو که دوست داشتم چیز دیگه، گفتم من میتونم خب یه چیز دیگه رو انتخاب بکنم و
چیزی که دوست داشتم نقاشی بود و من وقتی وارد رشته نقاشی شدم من حجاب رو داشتم، یعنی حجابی که همه داشتن نه، خب حجاب‌های دیگران خب با روسری بود ولی من خب اون چادر بلند و سیاه همراه من بود به خاطر اینکه خب از خانواده می اومدم که مذهبی بودن، جامعه من جامعه فوق العاده مذهبی بود. در واقع در دانشگاه هم من شروع کردم به کار کردن موضوع محدودیت زنان منطقه سیستان و بلوچستان، برای اینکه من خودم با این محدودیت ها در اون منطقه بزرگ شدم و لمس کردم. شاید نام دیگری از من محدودیت باشه واقعا، یعنی بخوام بگم اسم اولی برای خودم بذارم بخوام بگم محدودیت، برای اینکه من همه چیز رو برای خودم بسته بودم و چاره‌ای هم نداشتم، برای اینکه همه بچه‌ها همه دختر بچه‌های اونجا در همین فرم شکل می‌گیرن و بزرگ میشن و این خیلی سخت بود. اونجا احساس کردم خب خیلی من نمیتونم اون چیزی که خودم دوست دارم رو کار بکنم در بستر نقاشی، بنابراین اومدم تهران که باز با فضای آزادتر و بازتری کار بکنم در این موضوع و میخواستم این رو کار بکنم. چیزی به من گفت باید کار بکنم. نمیدونم اون چی بود در من، قدرتی یا ریش نمیدونم چی بود که باید این کار رو من انجام میدادم و در این مورد این موضوع باید من این کار میکردم، برای اینکه خب من درد خواهر خودم رو میبینم، من درد مادر خودم رو دیده بودم به عنوان یک زن و اینها، خب و دوستای خودم رو. وقتی نمایشگاه گذاشتم در تهران با موضوع افرودیت، خب به هر حال همیشه قبل از تمام نمایشگاه خب بررسی میشه خب چه کاری باید روی دیوار بره و با همه اینا من تلاش کردم کارهایی رو روی دیوار ببرم که پایین آورده نشه بتونم نمایش بدم. و از همه مهمتر برای من این بود که اون زنانگی و فرم و موضوع افرودیت خب وارد روزنامه بشه، بفهمند که این موضوع زنان هست با همه این محدودیت هایی که هم خودم ایجاد کردم. یعنی تصمیم گرفتی که خودت رو سانسور بکنی و در واقع به نوعی خود سانسوری کردی که بتونی کارت رو نمایش بدی. خود سانسوری کردم. باز هم دو تا از کارهای من قبل از اینکه نمایش داده بشه اومد پایین و اونجا واقعا لحظه بود که لحظه تکون دهنده برای من بود که احساس کردم و لمس کردم که چقدر زن بودن و بدن زن چقدر در این جامعه وحشت‌آور برای دولت مردان. یعنی خط قرمز جمهوری اسلامی که زن و بدن زن هست اونجا تو دیدی که شوخی بردار نیست و چقدر قدرتمنده بدن زن و از اونجا بود که تصمیم گرفتیم برای یک نمایشگاهی برای در مورد موضوع محدودیت‌های زنان وارد پاریس شدم. توی سیت اینترنشنال دزاغ یک پلاسی هست، یک مکانی هست برای هنرمندایی که از جاهای مختلف دنیا میان، ایتالیا، اسپانیا. و در فرانسه دیدی که در واقع یادت اومد به اون سقف آرزوهایی که گفتی که نمیتونستی بهش فکر کنی، اینجا تو فرانسه یادت اومد که آرزوی تو آواز بود و وارد موسیقی شد. در پاریس که آمدم اولین بادی که بر پای من خورد گفتم که و بر گیسوانم شاید، و من دختری بودم که از سیستان و بلوچستان میومدم دیگه، من کاملا بسته بودم.
گفتم چقدر این قشنگه و من چقدر محروم بودم واقعا. چقدر خوبه مثلا باد لمس میکنه پای آدم، چقدر خوبه میبینم باد رد میشه، خب چیز بدی نداره. قشنگترین زمان من زمانی بود که وارد پاریس شدم و فکر میکنم من روسری خودم رو در آوردم و اجازه دادم بدن من از این آزادی لذت ببره. و شاید یک سالی که من در پاریس بودم، یک سال اول فقط زمانی بود که من داشتم خودم رو انگار که بازسازی میکردم، پاکسازی میکردم از این که آره میتونی کار بکنی. و بعد کم 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 مثل یه پرنده، اینو همیشه همه جا میگم، مثل یه پرنده که یعنی باور میدونست که میتونه پرواز بکنه ولی خب نمیدونست چجوری میتونه پرواز بکنه. شاید من اون پرندهی بودم. و در قالب نقاشی بعد دیدم که نه، نقاشی خیلی، چون من موضوع محدودیت بود و در کادر اینا کار میکردم، گفتم نه من یه چیز دیگه است برای من هنر، این نمیتونه باشه، اینا اونجاست، این اون شکستن هاست. یادت افتاد که سقف آرزوات حالا ازش میتونی الان اونجا اون مرحله بود. بعد رسیدم به این که آره من میتونم اینستالیشن کار بکنم. اصلا من چرا نقاشی؟ من هنرمندم، من آزادم، میتونم که اصلا کار اینستالیشن بکنم، مثلا چیزی که دوست داشتم. لحظات شکستن اون محدودیت ها برای من پله پله خیلی زیبا اتفاق میدادم. یعنی هی شروع کردی به این که پروف کردن در بخش های مختلف هنر تا برسید شکستن اون قبلت. حالا این مرحله رهایی قسمت پرفورمنس، تا اینکه من سفری داشتم به نروژ. این رو دوست دارم بگم که از کجا خوانندگی شروع شد به صورت جدی. ملاقات کردم آقای پیام سیستانی، در واقع شاعر تمام شعرهایی هست که من امروز دارم میخونم. رفتم اونجا و چون از ایران اومده بودیم دعوت کردن ایشون که ما بریم خونهشون نروژ و به همراه همسرم رفتیم اونجا. و بعد برای من به من گفت خیلی تو شیرین سیستانی صحبت میکنی. بعد به من یه دونه شعر داد، گفت اینو میشه برای من بخونی؟ با توجه اینکه من زمزمه میکردم و این میدونست من یه تحصدایی هم دارم، گفت میتونی اینو برای من بخونی و اصلا همینجوری دکلمه کن. من شروع کردم، نمیدونم ناخواسته است یا به خاطر اینکه من ریشم، وقتی با ریشه خودم حرف میزنم در واقع با زبان مادری خودم، من مادر خودم رو میبینم. امروز مادرم نیست و پدر خودم رو میبینم که نیستن و انگار که این منم. و شروع کردم به خوندن شعرش، با توجه به اینکه شعرها شعرهای بسیار قویه و هر کلمش برای من سیستان بود، آفتاب، باد، تمام سمبول‌های زیبای سیستان. بعد به من اینجور نگاه کرد، اشکاش ریخت و من گفت هورا، فکر میکنم یه روزی نقاشی رو تو کنار میذاره، تو بخون، تو مادر سیستانی و ما به تو نیاز داریم، تو باید بخونی. و مطمئنم یه روزی نقاشی رو میذاره کنار و میخون. در واقع ما الان خواننده رو باش در تماسیم، یعنی در خواننده ای هست که در واقع میشه بگی اولین خواننده زن سیستان. و بعد اومدم پاریس، اونجا دیگه به صورت خیلی جدی، یعنی یک در واقع انگار که یک اونجا دیگه خیلی شکسته شدم، یعنی انگار خودم کامل شکستم که من کیستم اصلا. و به صورت جدی از اونجا شروع شد. خب این سبکی که شما کار میکنین، این موسیقی چه سبکی؟ یعنی موسیقی سنتی سیستان یا فقط مربوط به زبان مادریتون؟ نه، این موسیقی سنتی در واقع سنتی نیست، موسیقی معاصر من میتونم بگم هست به خاطر اینکه مدرنه. و چرا ما این رو خواستیم انجام بدیم با گروه بسیار پروفشنالی که من دارم، دوست دارم در موردشون حرف بزنم، آقای بابک امیر مبشر هستن که گیتاریست بسیار حرفه‌ای هستند که کار در واقع از هنرمندان موسیقیان بسیار خوب ایرانی هستند، آقای حبیب مفتاح که فکر کنم همه بشناسن ایشون رو، که در واقع با قلب در این پروژه وارد همکاری با من شدن وقتی که دیدن که چقدر
در واقع وقتی صحبت کردم در مورد اینکه زبان منطقه سیستان، زبان سیستانی امروز داره تحلیل میره و بچهای ما زبان سیستانی صحبت نمیکنن، توی مدارس خب تدریس نمیشه، خجالت میکشن و بچهایی که الان دارن به دنیا میان یا بچهای در عصر جدید خیلی به ندرت میتونن سیستانی صحبت بکنن. خب این برای من که خب خیلی دوست دارم در مورد این منطقه بگم، خب دلایل خیلی زیادی داره که من دارم روی این پروژه کار میکنم. بخش مهمش اینه که اصلا ما خواننده زن در اون منطقه نداریم. خب من بر باور اینم که موسیقی و صدای زن در اون منطقه الان ممکنه در 10 سال آینده یا در 20 سال آینده بتونه خیلی از مرزهایی که من فکر میکنم رو بشکنه و زنانی پا به عرصه بذارن که قدرتمندن و امروز شاید ما اونها رو نمیبینیم. و گروه ما گروه آیکه است اسمش، در واقع آیکه از شعرهای دو بیتی سیستان رو میگیم آیکه. یعنی ما گفتیم اسم گروهمون رو بذاریم گروه آیکه آنسامبل با هم و شروع کردن به کار کردن و بچه ها واقعا قلب گذاشتن و با المان هایی که من به بچه ها می دادم در موزیسین ها می گفتم که به هر حال ملودی هایی که ما داریم در منطقه سیستان بیشتر وقتی می شنویم از منطقه پاکستان میاد، مثلا انگار که از هندی، انگار بلوچی. و سوالی که من از خودم می کردم همیشه، خب ما کی هستیم؟ پس ما مثلا در منطقه، آره همسایه افغانستان هستیم، همسایه، ولی به هر حال تأثیر میذاره دیگه. یعنی دقیقاً تأثیر گذاره، ولی خب خودمون به عنوان مثلا هویت سیستانی چی میتونیم بدیم بهش، به شعر، به که حضورش به عنوان یک هویتی داشته باشه از خودش. و کلید از اونجا خورد و صحبت هایی که کردیم، اومدیم در مورد سمبول هایی که منطقه داره. اون منطقه خوب گرمه، خشک سالی داره منطقه، برای اینکه خب افغانستان، خب اون هیرمند دیگه آبش نمیاد وارد سیستان نمیشه، رودخانه خشک شده و هر تابستون ما بادهای 120 روزه رو داریم در منطقه سیستان و باعث میشه تمامش سبلهایی که در دریاچه هامون هست از طریق باد وارد خونه های مردم بشه و مردم خیلی ها مهاجرت کردن و خیلی هایی که اونجا موندن نموندن که زندگی بکنن، چاره ای ندارن و نمیتونن خارج بشن برای اینکه خونه ها به فروش نمیره و باید اونجا باشن و خیلی از خونه هایی که در روستاها هست اصلا زیر خاک رفته. بنابراین داریم میبینیم که سیستان داره تمام، یعنی مرگ تدریجی زبان، فرهنگ، جغرافی. و این خیلی برای من مهمه امروز که رسانه باشم برای این منطقه. من منطقه ما خیلی دوست دارم، منطقه سیستان رو، با همه مذهبی بودنش و دردهایی که داره، چون اونجا به دنیا اومدم، ریشه من هست، دوست دارم، دوست دارم نگهش دارم و تنها چیزی که میتونم به منطقه بدم اینه که بگم از کجا اومدم. ولی خب این محرومیت ها اونجا زیاده از طرف دولت و رسیدگی نمیشه به این منطقه و در واقع تو حالا از راه هنر میخوای که یک حساسیتی رو ایجاد بکنی، توجهی که حالا کسایی که بیشتر متخصص هستن شاید بتونن نجات بدن مثلا منطقه رو. و هرچی که این رسانه‌ای تر بشه، خب توجه به اون منطقه بیشتر بشه، هرچی که توجه به اون منطقه بیشتر بشه، خب دردها کمتر میشه، ما مرگ‌های کمتری داریم، ما زندگی می‌بینیم. مردم اونجا نیاز به خیلی چیزای بزرگ ندارن، خیلی چیزای کوچیک اونا رو شاد میکنه و امیدوارم این اتفاق بیفته از طریق رسانه‌ها، مخصوصا رسانه شما که رسانه بسیار خوبی است و من خوشحالم که امروز اینجا هستم و دوست داشتم عذرخواهی میکنم اگر از منطقه خودم صحبت کنم. نه خب معلومه، چرا که نه، که از اون منطقه صحبت کنم و شاید بگم که در پایان قسمتی که خودم رو در آغوش گرفتم شاید تأثیر گذار باشه این جمله رو بگم برای کسانی که میشنون این رو. جمله آخرین بود که من با جنبش زن زندگی آزادی در واقع به خودم رسیدم و اون لحظه ای که به خودم گفتم که، چون اولین کنسرت من با جنبش زن زندگی آزادی بود، لحظه ای بود که خودم رو در آغوش گرفتم و گفتم که تا امروز کسی تو رو در آغوش نگرفت هورا و من تو رو در آغوش میگیرم. و لحظه ای که خودم رو در آغوش گرفتم فکر میکنم صلح با خودم بود.
برای اینکه ببخشید. زن زندگی آزادی چقدر تاثیر داشته در سیستان و بلوچستان در رابطه با زنان سیستان؟ آیا فکر میکنی اونا هم خودشونو تونستن در آغوش بگیرن، یعنی بخوان که بشکنن؟ این رو تو دیدی؟ من دیدم برای اینکه من با بیشتر، من قبل از اینکه وارد، چون من موضوع محدودیت زنان بود، من با زنان منطقه خودم زندگی میکنم، من باهاشون، من گروه دارم و باهاشون در ارتباطم و خیلی جالبه در واقع این گروهی هم که من داشتم در قبل از این که اصلا شروع بکنم به موزیک، خب دردهاشون رو با من شیر میکنن، دردهایی که نمیتونن جایی بگن و خوشحالن از این که به هر حال یک اتفاقی افتاده و من امروز صدای اونها هستم، ولی دارم میبینم که این زنها چه جوری دارن تلاش میکنن که از چیزهای کوچک بشکنن و بیان بیرون و مبارزه سخت اینه که اونا دارن از خونه خودشون این مبارزه رو شروع میکنن و شکستن و طغیان کردن و این برای من خوشایند هست. دخترهای امروز ما بسیار بسیار شجاع هستن، بسیار بسیار قدرتمندن و شاید ما هم داریم از اونا قدرت میگیریم. یعنی در واقع وقتی من بچه های خودم رو میبینم، دختران خودمون رو میبینم، شجاعت اونها به من شجاعت مضاعف میده در بستر این که من زن هستم و باید ادامه بدم. خب یک جایی گفتی که دلت میخواد این حرفا و این در واقع گفتگویی که انجام میدیم شاید بتونه مثلا چراغ راهی بشه برای همین بچه های جوونی که رازهاشون رو حالا با تو در میون میذارن. اگه میخوای چیزی به اونا بگی، حتی به زبان خودت. زبان خودم، من دوست دارم که بگم که نترسید و باور کنید به آنچه که دل به شما میگه. اگر دل میگه طغیان کن، یعنی طغیان کن، نترس. اون ترس ترسی که به ما داده شده، ما نمیترسیم. پس بشکن و ببین که چقدر لذت بخش اون رهایی. امیدوارم همه شما اون زیبایی و رهایی رو لمس بکنید و ببینم که چجوری طغیان میکنید و ببینم که چجوری به آرزوهای خودتون میرسید، برای اینکه ما یکی بار به دنیا میاییم و یکی بار در این دنیا زندگی میکنیم. خب این دو بیتی که میگی اگه میتونی برامون همینجا اجرا کنی، همون اجرایی که اون روز تو خونه این شاعری که گفتی انجام دادی. خیلی شعر قشنگی، میگه غم از دل مدور کو پل پلاسی، غم از دل مدور کو پل پلاسی، بیانو خی دل مپور کو پل پلاسی، غم دنیا رور دونه گو بلک، بیانو خی دل مپور کو پل پلاسی. و در پایان میخواستم به زبان سیستانی به همه دخترای عزیز سیستان بگم مخیراتش ما میشاه، خیرات همیش و میشا، امیدوارم که بتونه که واقعا ای شجاعت داشته باشه که و ترسی غلبه کنه و ترسه و شجاع باشه و هر کاری که دلش میخواه انجام بده، ما ترسه کار کنه، شجاع باشه و مطمئن باشه که
وقتی آزاد میشه خیلی چیزی قشنگتره و دست میاره. امیدوارم که اتفاق بر همیش ما بیفته. خیلی شما را دوست دارم و از صمیم قلب شما را از راه دور بغل میگیرم. مرسی هلاجی. میار شو و دل می